یکی شرایط مسئله اجتماعی که میگن خب اگه شوهر نکنی اصلا ترشیده شدی، بعد شوهر دوم، ولی یه مسئله دیگه مسئله اقتصادیه. از نظر اقتصادی اکثر خانم های شرقی جهان سوم به خاطر مسئله اقتصادیشونه که مجبورن یه آقا بالای سرشون باشه، نانآور داشته باشن، چون کار به این آسادگی گیر نمیاد. مشکل زندگی اقتصادی، هرچند که الان مهبانوهای ما خیلی خوب درس میخونن، کار میکنن، ولی باز به نسبت هنوز به اون مرحله مثل این ور آبا، مثل دنیای غرب نیستش. خب یکی از دلایل اصلیش مسئله اقتصادیه، مسئله اجتماعیه که مردم حرف پشت سر من نزنن، چون خانواده همش نگرانه که الان دختر من طلاق گرفته اومده تو خونه، مردم حرف میزنن، از این طرف هی فشار میاره. بعد از اون طرف هم باید مراقب باشیم، برای اینکه پدر مادرها بعضی وقتا به خاطر مسائل مالی خودشون دادن رفت، حالا یه نونخور برگشت، حالا اگه بچه هم داره دوتا نونخور برگشت، حالا غیر از این که مردم میخوان حرف بزنن، حالا دو نفرم باید خرجشو بدیم، به خاطر این یا مستقیم یا غیر مستقیم و یا با توهین. من خیلی ایمیل برام میاد که دائما توهین میکنه که حالا چی شده، مگه ما طلاق گرفتیم، کاشکی میمونه، حالا کتک داره میخوره، تحقیر داره میشه بچهش، هزار بلا سر بچهش اومده، باز میگه خب نونخور اضافه شدی واسه ما دیگه، شوهر پیدا کن برو.